نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با داشتن بیش از 290 کشتی جنگی بزرگترین نیروی دریایی در جهان است. توناژ یا وزن ناوگان نبرد این نیرو از مجموع 13 نیروی دریایی بعد از خود بیشتر است. این نیرو همچنین بزرگترین ناوگان ناوهای هواپیمابر را با 11 ناو در حال خدمت و 2 ناو در حال ساخت و 5 ناو در دست بررسی در جهان داراست. نیروی دریایی ایالات متحده دارای 336,978 پرسنل در حال خدمت و 101,583 پرسنل ذخیره در تاریخ ژانویه 2011 بوده و شامل 286 کشتی فعال و بیش از 3,700 هواپیماست. فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و با تایید مجلس سنای ایالات متحده انتخاب می شود. نیروی دریایی آمریکا بر اساس فرمان صادره از سوی کنگره قاره‌ای یا کنگره دوم در 13 اکتبر 1775 تأسیس شد. اولین ناوگان آمریکا متشکل از 3 کشتی بزرگ یونایتد استیتس و کانستلیشن و کانستیتیوشن و چند کشتی کوچک بود که با بودجه حدود 660 هزار دلار پایه‌گذاری شد که طراح این ناوگان جاشوا هنفریز و دستیارش جوسایا فاکس بود. هدف این ناوگان نچندان بزرگ ولی قدرتمند مبارزه با راهزنان دریای مدیترانه بود که در رأس آنها ترابلوس قرار داشت. و اما ناوهای هواپیمابر. یک کشتی جنگی است که برای حمل کردن و پوشش دادن هواپیما و هلیکوپترهای جنگی طراحی شده و به عنوان یک فرودگاه شناور عمل می کند. و این گونه هواپیماها می توانند بدون سوختگیری و توقف عملیات را در مسافت‌های دور انجام دهند. این قابلیت باعث می شود نیاز به پایگاه‌های هوایی کمتر داشته باشند و چون یک ناو هواپیمابر می تواند نقش یک پایگاه متحرک را ایفا کند. ناوهای هواپیمابر آمریکا قادر هستند 15 سال بدون توقف حرکت کنند. ناوهای هواپیمابر آمریکایی و ناوهای هواپیمابر شارل دوگل فرانسوی‌ها از یک نیروگاه هسته‌ای برای تأمین انرژی مورد نیازشان استفاده می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد مدت‌ها دور از آشیانه بی‌نیاز از سوختگیری بمانند، اما بقیه نفت‌ها از سوخت‌های متعارف استفاده کنند. ناو هواپیمابر یک جنگ افزار بسیار گران قیمت است که بهای آن تا 4.5 میلیارد دلار برای ناو جدید جرارد فورد آمریکا به 13 میلیارد دلار میرسد. از این رو در سال 2020 تنها 24 ناو هواپیمابر در حال فعالیت هستند که از این تعداد 12 ناو متعلق به ایالات متحده آمریکا است. 11 ناو فعال و 1 ناو ذخیره. کشورهای ایتالیا، چین و هند هر کدام دارای 2 فروند ناو هواپیمابر و 6 کشور روسیه، بریتانیا، فرانسه، برزیل، تایلند و اسپانیا هر کدام 1 ناو هواپیمابر در اختیار دارند. کشورهای ژاپن 20 ناو، کانادا 3 ناو، استرالیا 3 ناو، آرژانتین 2 ناو و هلند 1 ناو در اختیار دارد. و اما ایالات متحده آمریکا. سنگین ترین ناوهای هواپیمابر دنیا ناوهای آمریکایی کلاس نیمیتز هستند که شامل 10 ناو با وزنی بین 100 تا 104 هزار تن می شوند. عرشه پرواز ناوهای هواپیمابر به طور کلی به 2 صورتند. نوع اول که توسط ایالات متحده آمریکا استفاده می شود به صورت زیر کار می کند. بیشتر ناوهای موجود دارای عرشه تختی هستند که به عنوان محل فرود و پرواز هواپیما عمل می کند. هواپیماها برای به پرواز درآمدن باید به سرعت معینی برسند.
ولی باندهای پرواز در ناوهای هواپیمابر به نسبت کوتاه‌تر هستند و این امکان را برای پروازها فراهم نمی‌آورند. از این رو در ناوهای هواپیمابر از وسیله‌ای به نام منجنیق استفاده می‌شود. منجنیق‌ها که با دو موتور بخار کار می‌کنند و هواپیما را با شتاب لازم به پرواز درمی‌آورند. قدرت این منجنیق‌ها به قدری است که در طول تنها 2 ثانیه سرعت هواپیما را از 0 به 165 مایل در ساعت می‌رساند. این کار باعث می‌شود که هواپیما سرعت لازم برای پرواز را کسب کند. همچنین برای فرود آمدن هواپیما که 150 مایل بر ساعت سرعت دارد، مجهز به 1 دم زنجیره‌ای است که باید آن را به یکی از 4 کابل موجود روی باند گیر بیاندازد که بعد از 96 متر مسافت متوقف می شود. در ناوهای هواپیما بر برعکس فرودگاه ها، برای فرود آمدن هواپیما نباید سرعت خود را به کمترین حالت برسانید، بلکه باید دارای سرعت کافی باشد که در صورت ناتوانی خلبان در درگیر کردن دم زنجیره‌ای و کابل‌های هواپیما با سرعتش بتواند از سوی دیگر ناو دوباره به پرواز در بیاید. به علت مشکل بودن این کار، معمولاً از برجسته ترین خلبانان برای ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی استفاده می شود. نوع دوم ناوهای هواپیمابر که ایالات متحده از آنها استفاده نمی کند و به گونه ای طراحی شده است که به منجنیق نیازی ندارد، در عوض دارای 1 سکوی پرواز است. این نوع ناوها بیشتر هواپیماهای عمود پرواز را حمل می کند. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگر امکان داره نظرات خودتون رو در کامنت برامون بذارید.